هر کاری در زندگی رو آسان تر کنین کار کمتر زندگی بیشتر نوشته شده توسط آری مایسل کتاب کار کمتر زندگی بیشتر شما رو به سمت نه قدم بنیادین برای بهرهوری بیشتر راهنمایی میکنه در این بخش ها معلف ابزار و تکنیک های مورد علاقش برای بهینه‌سازی، برون سپاری و خودکار کردن هر چیزی که توی اون لیست انجام کارهای مزایم هست رو به اشتراک میذاره بنابراین به شما زمانی برای مهمترین موضوعات زندگیتون میده این کتاب برای کی نوشته شده؟ هر کس که احساس میکنه داره زمانش رو از دست میده مربیان پیشرفت شخصی کسایی که میخوان سبک زندگی شادتری داشته باشن آری مایسل یک نویسنده و کارآفرینه اون به کسب و کارها رهبران و سایر افراد مشاوره میده که چطور توسط به کار گرفتن استراتژی های موثر مدیریت زمان به ارزش زندگی و تلاششون اضافه کنن این کتاب چی برای من داره یاد بگیرین که چطور با فوق کارآمد شدن برای خودتون زمان بخرین اون که کاش زمان بیشتری داشتیم تا روی کارهایی که عاشقشونیم صرف کنیم این میتونه به معنی وقت گذروندن با خانواده یا کار کردن بر روی عاداتمون باشه اما با وجود این آرزوها زمان چیزی به نظر میاد که هیچ وقت کافی نیست اینجاست که این بخشا به کار میاد اونا به شما نشون میدن که چطور میتونین در برنامه ریزیتون و فضای ذهنیتون زمان خالی پیدا کنین تا بتونین زمان خودتون رو روی چیزی که واقعا دوست دارین صرف کنین بر اساس سه هدف اصلی بهینه خودکارسازی و برون این بخشا به شما اطلاع میدن که چطور موجهای کارایی رو بر رو روی هر کاری که انجام میدین رها کنید از سامان دادن به اوضاع مالیتون تا تأمین سلامتتون در این بخش شما متوجه میشین که چرا دیگه هیچ وقت مجبور نیستین که شخصا توی یک رستوران میز رزرو کنین چرا انجام کار به صورت شخصی دیگه به تاریخ پیوسته چطور گوشی هوشمندتون رو به یک بانکداری همراه تبدیل کنین زندگیتون رو دنبال کنین تا متوجه بشین از کجا میتونین صرف جویی در زمان رو شروع کنین. احتمالا در مورد قانون 80-20 شنیدین این قانون بیان میکنه که 80 درصد کارهایی که به پایان میرسونید نتیجه 20 درصد از زمان و انرژی که براش میذارین و این قانون فقط در کار یا مطالعه کاربرد نداره این قانون برای هر چیزی که انجام میدین از کجا بفهمیم که این زمانی که داریم صرف میکنیم ارزشش رو نداره اما کی وقت داره که طبق برنامه‌ریزی شلوغش جلو بره و همزمان بررسیش هم بکنه خوشبختانه منابعی هستن که بررسی زمانی که صرف میکنین رو راحت تر میکنه از برنامه ریسکیو تایم استفاده کنین برنامه ای که بر اون چه که شما در طول روز روی کامپیوترتون انجام میدین نظارت داره اگه احساس میکنین که برنامه یه سایت خاصی زمان شما رو داره میدازه رسکیو تایم دسترسی به اونا رو مسدود میکنه پس مشکلتون حل میشه اما چی میشه اگه بخوایم بهره وریتون رو پس بگیرین اما سلامتیتون رو نه از روش قدیمی کاغذ و قلم استفاده کنید تا هر چیزی که در طول روز میخورین رو ثبت کنید همچنین میتونین از یک قدم سنج استفاده کنید تا تمام قدمایی که برمیدارین رو بشمارین یا خودتون رو هر روز وزن کنین چون هرچی بیشتر از روزتون بدونین زودتر میتونین بهبودش بدین اما اینکه یک مورد کسل کننده مثل روتین روزانه رو بهبود بدین چه معنی داره؟ بهش به چشم بهینه سازی فرایند نگاه کنین. برای مثال شرکت تولید کننده اساسیه پیش ساخته ی خونه آیکیا رو در نظر بگیرین. هر محصول آیکیا با راهنماهای بسیار بهینه همراهه. چه اون وسیله میز اصلی باشه یا چراغهای تزینی. این راهنما تا حد ممکن خلاصه شدن از هم مستقلن و قدم های لازم برای انجام بسیار آسونن باید به زندگیتون به شکلی نگاه کنین که آیکیا به راهنماهاش نگاه میکنه کاری که انجام میدین هر چی که میخواد باشه چه نوشتن ایمیل چه مرتب کردن قرارهای ملاقات شما باید تلاشتون رو حداقل کنین و کار رو در چند قدم ساده انجام بدین یک مغز خارجی برای ذخیره یک فضا برای خودتون ایجاد کنین ما دوست داریم خودمون رو به عنوان افرادی چند کاره با حافظه بی‌نظیر در نظر بگیریم اما معمولا حافظه کافی برای به خاطر سپردن همه کارا نداریم زندگی بسیار آسون میشد اگه یک مغز اضافی داشتیم اما حدس بزنین چی شده شما یک مغز اضافی دارین چندین ابزار جدید هستن که بهمون کمک میکنن همه قرارها و جزئیات رو به خاطر بیاریم مثلا برنامه اورنوت ای که برنامه‌ای که به شما کمک میکنه همه نوع یادداشتی بردارین متنی یا تصویری دستنویس یا تحت وب همچنین این برنامه رایگانه و هیچ محدودیتی در ذخیره نداره در حال حاضر خود نویسنده حدود 1800 یادداشت در اورنوت داره شما میتونید ایورنوت رو به عنوان پشتیبان مغزتون در نظر بگیرید از ها نشون دادن که ایورنوت اطلاعات رو به نحوی شبیه مغز انسان ذخیره میکنه و با پیوند دادن افکار مشابه یک شبکه پیچیده و به هم پیوسته ایجاد میکنه اما چی میشد اگه میدونستین چطور باید دستبندی انجام بدین اما بخواین که کمتر زمانی رو برای این کار صرف کنید به دستیارای مجازی سلام کنین امروزه میتونین یک یا چند نفر رو استخدام کنین و وظایفتون رو به صورت آنلاین به اونا بسپارین علاوه بر این دو نوع دستیار مجازی وجود داره کسایی که برای انجام یک یا چند وظیفه در اختیارتونن و کسایی که به طور ساعتی در اختیار شمان و دستیارای نیمه وقت بسیار زیادن امروزه لب تر کنین که وظیفه برای انجام دادن دارین مثل تصحیح مدارک یا بهبود یک پاورپوینت اون وقت هر کس که در دسترس باشه این کار رو براتون انجام خواهد داد برای 25 دلار در ماه فنیسی هندز به شما اجازه میده که دستیاری داشته باشین که پنج وظیفه شما رو به عهده میگیره برای 95 دلار در ماه شما میتونین درخواست دستیاری رو بدین که تعداد نامحدودی از وظایفتون رو به عهده خواهد گرفت از طرف دیگه دستیاره ساعتی همه کارهای شما رو به طور شخصی انجام میدن به عبارت دیگه ارتباط نزدیکتری وجود داره اونا اول خصوصیات شما رو میشناسن و بعد کارهای سختتر رو به عهده میگیرن برای 195 دلار در ماه زیر چوال برای 10 ساعت در ماه به شما یک دستیار میده برای صرف جویی در پول و زمان شخصی سازی کنین فرض کنین که شما یک ایدئالی برای نصب قفسه توی اتاق خوابتون دارین. شما میدونین که مجبورین این رو خودتون بسازین که این یعنی باید مواد لازم رو بخرین، ابزار قرض بگیرین و چندین سال روی آماده سازی و تمیزکاری وقت بذارین. اما اگه یک راه کم خرج و آسون تر بود چطور؟ چنین راهی وجود داره. پرینت سبودی پرینت سبودی بهتون امکانات زیادی میده تا محصولات شخصی سازی شده ی خودتون رو بسازین به سایت شیپ ویز سر بزنین شما توی این سایت یک مدل سبودی آپلود میکنین و اونا برای شما پرینتش میگیرن مثلا آری میخواست که یک تاقچه شخصی بسازه تا کامپیوتر مکمینی خودش رو به دیوار نصب کنه اون از ایدهش یک طرح ساده کشید و از سکوی برونسازی آنلاین فیور استفاده کرد تا کسی رو پیدا کنه که بتونه یک مدل کامل ازش بکشه بعد اون مدل رو به شیپ ویز فرستاد و یک هفته بعد تاختچهی مورد نظرش آماده بود اگه این به نظرتون موفقیت آمیز اومد این یکی رو در نظر بگیرین آری از سکوی تجارت الکترونیکی شیپ بیس کمک گرفت تا رو بفروشی و, و از فروش 6 تا از اونها 600 دلار کاسب شد. شخصی سازی فقط مربوط به پولی که در میارین و صرف جویی میکنین نمیشه. همچنین به شما زمان آزاد بیشتری هم میده. ویتامینز آن دمند رو در نظر بگیرین. سرویسی که همه ی داروهایی که لازم دارین رو دریافت میکنه و اونا رو برای هر روز بسته‌بندی و مرتب میکنه با پر کردن چمدون سفرتون با قوطی های قرص و نگرانی از کامل خوردن اونها خدافزی کنید. در عوض به تعداد لازم بسته هاتون رو بردارین و از خونه بزنین بیرون. مثال دیگه ای میخواین به وظیفه دشوار پیدا کردن لباسی که اندازتون باشه فکر کنید. اگه میخواین زمان لازم برای این کار رو نصف کنین از این دوچینو چینو استفاده کنین. این شرکت لباس های مناسب تولید میکنه و شما رو در طول فرایند اندازهگیری راهنمایی میکنه و مطمئن میشه شما اندازه هایی رو به دست آوردین که کاملا درستم و دوباره و دوباره میتونین از اونها استفاده کنین کنترل هفته یک کارتون رو به دست بگیرید تیم فریس کتاب چهار ساعت کار در هفته رو منتشر کرد به طور واضحی یکم یک اغراق وجود داشت شما اگه هفته ای چهار ساعت کار کنین نمیتونین کتاب بنویسین با این وجود کتاب به نکته خوبی اشاره کرده شما باید هفته کاریتون رو مال خودتون کنین و تصمیم بگیرین که کی چه کاری باید انجام بدین قدم اول چیه؟ با مشخص کردن اینکه چه ساعتی در روز بهترین زمان برای شما برای کار کردنه شروع کنید این به طور خودکار شما رو پرفایده میکنه بعضی کار در شب رو ترجیح میدن و بقیه کار در صبح رو برخی هر روز بخش کوچکی از کار رو انجام میدن در حالی که بقیه سعی دارن کار زیاد رو در دوره های کوتاهتر انجام بدن هر کس به طور متفاوتی کار میکنه پس اینکه چه روشی بهتر برای شما مؤثره رو پیدا کنین همچنین حیاتیه که سر در بیارین چی شما رو کند میکنه این معمولا یک عامل خارجیه یک تأمین کننده منابع که همیشه تأخیر داره یا مشتریایی که تصمیم قاطعی نگرفتن راه حل چیه؟ با مشتریانتون تعامل کمتری داشته باشین این نه تنها روز شما رو کاراتر میکنه بلکه مشتری های شما رو مجبور میکنه که مؤثرتر باشن اونا بعدا بابت این از شما تشکر میکنن همچنین یک بخش دیگه از روز کاریتون هست که زمان رو ازتون میگیره برنامه ریزی ملاقات ها میدونستین که به طور میانگین یک روش معمول برای برگزاری ملاقات نیازمند رد و بدل کردن هفت ایمیله. خوشبختانه برنامه هایی مثل اسکجول وانس برای برنامه ریزی به شما کمک خواهند کرد این برنامه به شما کمک میکنه که تقویمتون رو به صورت عمومی به نمایش بذارین در نتیجه همکارانتون میتونن زمانهای ملاقاتی که برای همه مناسبه رو پیدا کنن به خورده ها اضافه میشه پس انجامشون بدین اگه یک ایده واضح برای اینکه هر ماه چقدر وقت برای انجام کارها صرف میکنین داشتین شوکه میشدین اما بی خیال سر زدن به فروشگاه برای دستمال یا مایه ظرفشویی که وقت زیادی نمیگیره به نظر مشکل بزرگی نمیاد درسته حقیقت اینه که به این کارهای کوچیک افزوده میشه اگه بهره بیشتر میخواین باید این خورده ها رو انجام بدین یک راه خوب ثبت نام برای یک سرویس تحویل مثلا سرویس اشتراک و صرف جویی آمازون موارد لازم مثل دستمال تیغ اصلاح شامپو و مواد شوینده لباس رو زمانهای مشخص برای شما میاره احتمالا در ماه دو عدد خمیر دندون مصرف میکنین پس برنامه رو طوری تنظیم کنین که در انتهای هر ماه دو خمیر دندون به شما تحویل داده بشه و دیگه هیچ وقت وقتتون رو برای خریدن خمیر دندون تلف نکنید. وسایل مهم دیگه ای هم هست که باید برایتون ارسال بشه. مثلا برای آری برای اینکه مطمئن بشه حسگرهای تشخیص دودش همیشه کار میکنن هر شش ماه باتریای 9 ولتی سفارش میده. خرده کاریای دیگه ای هستن که شما نمیتونید به طور خودکار انجامشون بدین مثلا اونایی که قافل گیرتون میکنن و شما رو مجبور میکنن که برای رفت کردنشون تا قبل از اینکه دیر بشه سریع می اقدام کنین با تشکر از برون سپاری دیگه مجبور نیستین زمان زیادی رو برای اونها تلف کنین تاسک رابیت یک فروشگاه برون سپار آنلاینه که برای انجام کارهای کوچیک و غیر قابل پیش بینی طراحی شده. اونا به صورت برای شما خاروبار میخرن یا مثلا ماشین یا کامپیوتر شما رو تعمیر میکنن. این روشیه که آری از این خدمات استفاده میکنه. پسر خواهرش که در لس آنجلس زندگی میکنه برای تولدش سرسره میخواست. آری که در نیویورک زندگی میکنه از تسک رابیت استفاده کرد تا با فردی در لس آنجلس ارتباط برقرار کنه تا یکی از سرسره های آیکیا رو خریداری کنه اون رو به خونه والدین پسر خواهرش ببره و نصبش کنه یک هدیه به یاد ماندنی فقط با 47 دلار برای خودتون محدودیت تعریف کنین و کیفیت زندگیتون رو بالا ببرین همه ما توی این موقعیت بودیم میزی پر از برگه های کاغذ زمینی که فقط توسط یک راه باریک بین هرج و مرجی از وسایل قابل عبوره و با محاصره شدن توسط این همه وسیله هیچ وقت اون چیزی رو که لازم دارین در زمان درست پیدا نخواهید کرد با تعریف یک حد بالا برای خودتون شروع کنید این کار کمک میکنه که مکان چیزهایی که متعلق به شامان رو زیر نظر داشته باشین گم شدن وسایل الکترونیکی آری رو در نظر بگیرین که کل کمدش رو گرفته بودن در طول زمان کمد آری بیش از اندازه شلوغ شد و پیدا کردن یک کابل به خصوص به معنی بیرون کشیدن کل خرت و پرتای کمد و ریختنشون روی زمین بود آری فهمید که اوضاع از کنترل خارج شده و تصمیم گرفت که کاری انجام بده پس با بخشی از وسایل الکترونیکیش خداحافظی کرد و اکثرشون رو در ایبی فروخت هر چی که باقی مون در یک جعبه جا میشد که حد بالای آری محسوب می شد اگه یک قطعه الکترونیکی جدید بخره یک قطعه دیگه باید فروخته بشه با این روش انبار قطعاتش قابل مدیریت و منظمه و همیشه میتونه اون قطعه ای رو که لازم داره پیدا کنه همونطور که شما میتونین از حدود بالا برای کنترل کردن چیزایی استفاده کنین که در انجامشون زیاده روی میکنین مثلا استفاده از فیسبوک میتونین کارایی رو که سلامتتون رو میدن مثل ورزش کردن مراقبه و مسافرت هم انجام بدین. چطور با تنظیم کردن حدود پایین مثلا آری یک حد پایین برای خودش تنظیم کرده که هر ماه حداقل یک سفر بره هر هفته حداقل سی مایل بدوه و حداقل سه روز در هفته در خونه غذا درست کنه با تنظیم کردن حدود پایین برای اوقات فراغتتون میتونید مطمئن بشون که همه وقتتون رو صرف کار نمیکنید برای متمرکز موندن وظایفتون رو دسته بندی کنین تا حالا شده فقط برای شروع کاری تجربه آزار دهنده داشته باشین و بعدش حواستون با یک پیام یا ایمیل پرت بشه این موقعیت ها تمرکز شما رو به هم میریزن و شما رو عصبی میکنن خب برای اینکه از این به هم ریختن تمرکزتون به این شکل جلوگیری بشه یک راه هست دستبندی بندی فرایند ساده جانوری وظایف مشابه و کامل کردن اونا در دسته ها به جای کامل کردن هر کدوم در زمان مختلفه با این کار شما راحت میتونین روی کاری که همین الان دارین انجامش میدین تمرکز کنین بعضی از افراد از بندی فقط به این شکل استفاده میکنن که به جای جواب دادن ایمیل ها به محض اینکه رسیدن فقط در ده دقیقه اول هر ساعت به ایمیل ها جواب بدن آری همه ی صورت حساب هاش رو روز جمعه پرداخت میکنه به جای اینکه به محض رسیدن اونا رو پرداخت کنه البته وقتی دسته بندی رو شروع میکنین یاد خواهید گرفت که هر کاری دقیقا چقدر طول میکشه وقتی که کارا بیش از اون چیزی که به نظر میان طول میکشن یادداشت برداری کنین چون احتمالا این تاخیر به شما میگه که به بهینه سازی نیاز دارین یک بخش خوب برای شروع خلاص شدن از شر کاغذ بازی غیر ضروریه البته در مورد اینکه در دنیایی بدون کاغذ زندگی کنیم زیاد صحبت شده اما ما هر روز خودمون رو در حال مقابله با کاغذهای مزاحم میبینیم برای همینه که ابزارهای آنلاین وجود دارن برای اینکه بهمون کمک کنن حتی بیشتر از این استفاده از کاغذ رو کنار بذاریم اگه تا حالا مجبور شدین مدرکی رو با پست ارسال کنین روش های پستی به کمکتون خواهند اومد همه کاری که باید انجام بدین اینه که مدرکتون رو آپلود کنین شرکت اون رو برای شما پرینت میکنه و بهش تمبر میچسبونه و اون رو به صندوق پست ارسال میکنه این کار وقت زیادی براتون میخره و به هر حال کی دوست داره تمبر رو لیست بزنه سلامتی راز نهایی بهرهوریه و به همین سادگی خواب کافی و خوردن غذای سالم تعیین میکنه که برای انجام کارها چقدر انرژی برای کارهایی که دوست دارین انجام بدین خواهید داشت هیچ برنامه بهرهوری نمیتونه این رو عوض کنه وقتی خودتون رو از خواب محروم میکنین بدن هورمونی به اسم گرلین تولید میکنه گرلین گرسنگی رو افزایش میده و سطح یک هورمون دیگه به اسم لپتین رو پایین میاره لپتین سوخت و ساز رو تنظیم میکنه اگه سوخت و ساز شما به درستی عمل نکنه شما به طور اجتناب ناپذیری خسته خواهید شد اگه میخواین خوابتون رو بهبود بدین دو راه ساده برای کمک هست اول اینکه هر روز با سمونتون ویتامین دی مصرف کنید دوم اینکه از دستگاه هایی که نور آبی تولید میکنن مثل تلویزیون ها آیپد ها و کامپیوترها در ساعتی که میخواین بخوابین دوری کنین. شروع برای سالمتر زندگی کردن هم آسونه فقط چربی ها رو هست کنین درسته؟ نه اینطور نیست مردم هنوز چربی رو به عنوان دشمن میبینن اما شکره که واقعا مزره مغز ما بدون چربی نمیتونه کار کنه اما شکر زیادی از جذب ویتامین های کا، ای، دی، آ جلوگیری میکنه پس زمانتون رو با خوردن غذاهای آماده و شیرینی تلف نکنین شروع کنیم به گشتن به دنبال گزینه های طبیعی و افزایش مصرف چربی های خوب که در روغن زیتون و آووکادو پیدا میشن به محض اینکه مطمئن شدیم به اندازه کافی میخوابین و به خوبی غذا میخورین باید به حرکت دادن بدنتون فکر کنین اینکه ادعا کنین برای ورزش کردن بسیار پریشان هستین به اونه خوبی نیست حقیقت اینه که ورزش استرس رو کاهش میده و شما متوجه میشین که یک برنامه خوب برای تناسب اندام به شما اجازه میده که هر روز بهتر و بهتر عمل کنین برنامه ورزشی خودتون رو طوری طراحی کنین تا این موارد رو در برداشته داشته باشه اول باید یک عنصر قدرت و مهارت وجود داشته باشه چیزی مثل پارکور و صخره نوردی دوم باید شامل تمرین با شدت بالا و فاصله دار باشه یک فاصله زمانی کوتاه برای اینکه تا حد ممکن به خودتون فشار بیارین که با یک فاصله برای استراحت فعال همراه میشه و در نهایت باید یک نوع تمرین تحرکی داشته باشیم چیزی مثل یوگا یا جلسات معمول نرمش و به طور خلاصه و پیام نهایی این کتاب باید بگیم که اگر چه زندگی روزمره به نظر پر استرس میاد راههایی هستش که کارهای اضافی رو حذف کنین و صاحب زمانتون بشین با تکنیک های ساده و ابزارهای جدید نوآورانه و خدماتی که برای راهنمایی شما وجود دارند شما برای کارهایی که دوست دارین انجام بدین وقت ذخیره خواهید کرد از صندوق پیاماتون موارد اضافی رو حذف کنید از فیلترهای ارائه دهنده خدمات ایمیلتون استفاده کنید تا همه ایمیل هایی که قابلیت لغو اشتراک رو دارن رو فیلتر کنن اون وقتی که مجبور نیستیم باشون در پوشه به اسم اختیاری سر و کله بزنید این کار بسیاری از ایمیل های غیر ضروری و مزاحم رو از صندوق پیامتون حذف میکنه